در برنامه امروز تلویزیون آشنای صدای آمریکا نظری خواهیم داشت بر چگونگی آغاز لوی جرگه مشورکی در کابل و نکات عمده سخنرانی رئیس جمهور کرزی در آن. او د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزه موافقت نامې په اړه د افغانانو د نظرونو ترڅنګ به د افغان او امریکایي شنونکو نظریات هم تاسو سره شریک کاندو. موږ سره مل اوسئ. کابل امروز میزبان نشست مهم و سرنوشت سازی است که جوانب مختلف آن را تا حد امکان در برنامه امروز برایتان بیان خواهیم داشت. بیننده های گرامی تلویزیون آشنای صدای آمریکا، سلام بر شما. احمد فاضل نامی هستم با برنامه امروز پنجشنبه 30 عقرب سال 1392 شمسی از شهر واشنگتن دی سی آمریکا. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با سخنرانی نسبتا طولانیش لوی جرگه مشورتی را افتتاح کرد و به اشتراک کنندگان جرگه راجع به بحث هایی که پیرامون موافقتنامه دو جانبه امنیتی با مقامات امریکایی داشت توضیحات ارائه نمود. نکات عمده سخنرانی آقای کرزی را از خبرنگار ما همایون شعیب میشنویم که از طریق اسکایپ با ما در ارتباط مستقیم قرار دارند. آقای شعیب سلام بر شما، بفرمایید بگویید که در جرگه امروز بر چه نکات بحث شد؟ بله آقای شعیب میشنوین؟ بفرمایید اگر صدای مرا بله. امروز واقعا لوی جرگه مشورتی که بحث روی سند امنیتی بین ایالات متحده امریکا و افغانستان بود، امروز به بیانیه افتتاحی رئیس جمهوری افغانستان آغاز شد. البته آخرین گزارشاتی که ما از لوی جرگه داریم اویی است که هیئت اداری لوی جرگه امروز تعیین شدند. حضرت ثبات الله مجددی به حیث رئیس مقرر شد و 3 نفر هم معاونین دارند که از او جمله شیرمحمد اخوندزاده و شهرانی و همچنان فضل کریم ایماق به حیث معاونین انتخاب شدند و بعد از این فعلا عمل انتخابات در کمیته های 5 گانه فعلا ادامه داره و این انتخابات البته به رأی سری صورت میگیره و هیئت اداری این 50 کمیته ها هم امروز تعیین میشن. و ما در رابطه با این لوی جرگه و جریان این لوی جرگه که در جریان امروز گذشته یک گزارش را تهیه کردیم که او را با هم میبینیم. رئیس جمهوری افغانستان در مراسم افتتاح لوی جرگه مشورتی که جهت بحث روی قرارداد امنیتی به اشتراک 2500 تن از بزرگان افغانستان برگزار گردیده است، از اعضای لوی جرگه خواست به دقت کامل روی مساوده امنیتی بحث نمایند و هیچ نوع فشار بالایشان موجود نخواهد بود. به گفته رئیس جمهوری افغانستان در صورتی که اعضای لوی جرگه موافقه نمایند که قرارداد امضا گردد، قرارداد امنیتی بعد از انتخابات رئیس جمهوری افغانستان امضا خواهد شد. و ما بر ماندگی وجدان ملی افغانستان با ضروریت های حیاتی افغانستانی جرگه را خواستیم. پس با آزادی کامل و با در نظر داشت منافع ملی و حیاتی افغانستان شما قول کنید و فیصله هایتان را بکنید. رئیس جمهور افغانستان امضای قرارداد امنیتی را با ایالات متحده آمریکا برای بیرون رفت از مرحله گذار مهم عنوان نمود. با گفته وی قرارداد امنیتی زمینه خوبی برای خروج نیروهای بین المللی در 10 سال آینده خواهد بود و زمان قرارداد نیز 10 سال تعیین گردیده است. امریکا اگر نباشه اونا ما را گفتن، کلش جرمنی هم گفته، فرانسه هم گفته، انگلیس هم گفته، پولند هم گفته، کلش گفته. حتی بعضی که شورای اسلامی ما رو گفته که اگر امریکا نباشه ما میریم. به گفته رئیس جمهور افغانستان در صورتی که قرارداد امنیتی امضا گردد، از 10 تا 15 هزار نیروهای بین المللی به شمول عساکر امریکایی در افغانستان باقی خواهند ماند. ما قرارداد به این خاطر میخواییم که تا اینا به قسمی که اینها میخوایند به تدریج برند. به تدریج رفتنشان، البته قسمت عمدهشان تا آخر سال میرن، ولی 10 هزار که باقی مانه اونا رو به تدریج به مدت 10 سال قرارداد اینا برای 10 سال میخواین، دائمی نیست، فقط برای 10 سال است.
تا 10 سال اینا از افغانستان به کلی خارج میشن و ما و کشور ما میمونیم. رئیس جمهور افغانستان گفت قرارداد امنیتی برای افغانستان صلح و ثبات را آورده میتواند، نیروهای افغان را تقویه خواهد نمود و روابط افغانستان با دنیا بیشتر تقویه خواهد شد. به گفته رئیس جمهور افغانستان، امریکا در افغانستان در 9 موقعیت پایگاه میخواهد. آقا بگرام دی، کابل دی، مزار دی، هرات دی، جلال آباد دی، قندهار دی، شندن دی، گردیز دی او هلمند دی. نه زایک. رئیس جمهور افغانستان همچنان در مورد نامه رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفت امریکا به حریم خانه های افغان ها احترام می گذارد و به خانه های مردم افغانستان داخل شدن نمی توانند بجز در حالات استثنایی که خطر به جان عساکر امریکایی باشد. بسیار مهم، توجه کنید. نیروهای ایالات متحده به منظور اجرای عملیات های نظامی به خانه های مردم افغانستان به استثنای موارد فوق العاده آنی داخل شدن نمی توانند و آن هم تنها در حالات خود بود که خطر جدی متوجه زندگی اتباع امریکا باشد. رئیس جمهور افغانستان گفت کشورهای مهم منطقه نیز در مورد امضای قرارداد امنیتی با امریکا صحبت نموده، به شمول کشورهای اسلامی و کشورهای بزرگ چون روسیه، چین و هند، اما ایران آشکار مخالف قرارداد میان کابل و واشنگتن می باشد. در جریان سخنرانی رئیس جمهور افغانستان یک تن از اشتراک کنندگان زن در لویه جرگه اعتراض نمود که با امریکا قرارداد امنیتی امضا نگردد و تالار لویه جرگه را اعتراضگونه ترک نمود. هماین شعیب، تلویزیون آشنا، کابل. خب آقای شعیب، برای فردا چه اجندا در نظر گرفته شده؟ بله، فعلا عمل انتخابات ادامه داره و فردا بعد از اینکه انتخابات امروز ختم میشه، فردا اصلا بحث ها روی سند امنیتی دو جانبه شروع میشه در 50 کمیته و اوراقی که مربوط سند استراتژیک میشه او هم بعد تمامی از اعضای لویه جرگه توزیع شدن. این لویه جرگه البته در این 50 کمیته در مجموع 5 نفر از اعضای علما و همچنان 1 نفر والی صاحبا و همچنان 2 نفر از حقوقدانا هم شامل هستند و هیئت برگزاری لویه جرگه که اونا هم کمک میکنن تا روشنی در مورد این می سند دو جانبه به اعضای کمیته ها بتن. بله، تشکر از شما. با آنکه مذاکرات بین کابل و واشنگتن بر موافقتنامه امنیتی دو جانبه از زیر زمانی در جریان بود، اما پیشنویس این موافقتنامه در آخرین لحظات قبل از روز آغاز لویه جرگه مشورتی نهایی شد. همکارم لیلا حبیب عظیمی نکات عمده متن توافقنامه را با آخرین واکنش مقامات ایالات متحده در این گزارش گنجانیده است. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا بر روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت حکومت افغانستان و امریکا در مورد متن مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی میان دو کشور به موافقه رسیده اند. ما بالای متن مسوده موافقت کرده ایم و آن به لویه جرگه پیشکش می شود، اما آنها هستند که باید آن را تایید کنند. بنابراین فکر می کنم برای من مناسب نیست تا در مورد هر یک از جزئیات آن نظر خود را ارائه کنم. این به مردم افغانستان ارتباط می گیرد. هزاران تن از اعضای شورای مشورتی تحت تدابیر شدید امنیتی ملاقات می کنند. لویه جرگه باید پیمان امنیتی را قبل از آن که شورای ملی افغانستان برای رأی برود تایید نماید. نکات کلیدی متن توافقنامه دو جانبه امنیتی کابل واشنگتن از این قرار است: عملیات محاربوی نیروهای امریکایی، تقویت امنیت و ثبات در افغانستان، مبارزه با دهشت افغانی و ارتقای توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات داخلی و خارجی مبتنی بر قانون اساسی کشور، پایگاه‌های نظامی دائمی. بر اساس این فقره توافقنامه اجرای هر گونه عملیات محاربوی در افغانستان توسط نیروهای ایالات متحده بدون توافق طرفین ممنوع می باشد. همچنین سربازان آمریکایی حق نخواهند داشت برای انجام عملیات نظامی به مساجد و سایر اماکن مقدسه داخل شوند.
ایالات متحده در پی دستیابی به تأسیسات دائمی نظامی در افغانستان نیست و از قلمرو افغانستان و تأسیسات آن به هدف رواندازی عملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی کند. آموزش و تجهیز نیروهای افغان توسط نیروهای آمریکایی و ارتقای ظرفیت و سیستم دفاعی افغانستان مطابق معیارهای سازمان ناتو و گسترش قابلیت تعامل پذیری افغانستان با سیستم‌های ناتو. صلاحیت قضایی اساکر آمریکایی که در این ماده تعمیل صلاحیت قضایی در رسیدگی به تخطی‌های جنایی و مدنی نیروهای نظامی ایالات متحده مستقر در افغانستان حق اختصاصی ایالات متحده بوده، در صورت لزوم محکمه و اقدامات در برابر نیروهایش را در داخل افغانستان انجام می‌دهد. تعداد سربازان آمریکایی پس از سال 2014. معافیت نیروهای ایالات متحده به شمول نظامیان و کارمندان ملکی از پرداخت مالیات. منع فعالیت‌های سیاسی نیروهای آمریکایی به شمول نظامیان و غیر نظامیان. در صورت تایید این توافقنامه توسط لویه جرگه مشورتی و تصویب آن توسط شورای ملی افغانستان از تاریخ اول ماه جنوری سال 2015 الی اخیر سال 2024 قابل اجرا بوده و میتواند نافذ گردد. برای نظارت از تطبیق این توافقنامه تشکیل یک کمیسیون مشترک بر ریاست مشترک نماینده های اجرایی دو کشور پیشنهاد شده است. لیلا ما حبیب عظیمی، تلویزیون آشنایی صدای آمریکا، واشنگتن. موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا نه تنها برای افغانها بلکه برای آمریکاییان و حتی برای سایر قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی نیز حائز اهمیت می‌باشد. در این رابطه خواستیم جزئیات بیشتر را از دکتر ماروین ونباوم، کارشناس آمریکایی در اینستیتوت شرقی میانه در واشنگتن دی سی بپرسیم که امروز در استودیو مهمان برنامه ماند. آقای ونباوم سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ما. صبح بخیر. زنده باشین. خب طبق آخرین گزارش ها رئیس جمهور کرزی امروز در سخنرانی خود در خیمه لوی جرگه گفت که اگر لوی جرگه و پارلمان افغانستان، شورای ملی افغانستان ای موافقتنامه نامه را تصدیق هم بکنن، با آن هم امضای موافقتنامه را تا انتخابات سال آینده ریاست جمهوری به تعویق مندازن، این تعویق انداختن بر پلان های نظامی امریکا چی تاثیر خود داشت؟ President Karzai has a way of coming up with surprises. And we see here just now another one. The delay in any signing of the agreement, assuming that there is an agreement, adds a complication here because we have to know whether this is a mere formality or what in effect will happen is that the next the president-elect of Afghanistan will begin the process all over again or conceivably reject it. Since this process of withdrawal and the stationing of additional new forces takes time, this could make for a very difficult situation unless this is cleared up fairly quickly. خب رئیس جمهور کرزی در سخنانش به این تصریح کرده و به این تأکید کرده که به رأی و بر فیصله لوی جرگه در رابطه با موافقتنامه امنیتی، خصوصا در مورد تلاشی خانه ها و یا مسئله پایگاه نظامی، احترام میگذارد. خب اگر فرض مثال لوی جرگه این موافقتنامه را رد بکنه و رئیس جمهور کرزی هم این موافقتنامه را رد بکنه، از امضای آن امتناع بکنه، این به ایالات متحده آمریکا چه پیامدی خواهد داشت؟ I think it's fairly clear the United States has made the point repeatedly that if there is no agreement, there will not be stationing of these residual forces in Afghanistan. That is the so-called zero option. What we're talking about here is not, however, just the fact that there will not be somewhere 10 so thousand troops left behind, international, American and international,
یک نقطه مثل افغانستان قوا باقی بمانند و یک قوای بین‌المللی باقی بمانند. اما حمایت ما از قوای ملی افغانستان، پلیس ملی افغانستان کمتر میشه و ما موضوعی که صحبت میکنیم یعنی ما کمک 4 بیلیون دلار، 4 میلیارد دلار صحبت میکنیم که برای قوای پلیس افغانستان در نظر گرفته شده. و اگر ما قوای آمریکایی در اونجا نداشته باشیم ما نمیتوانیم وعده ای که ما در توکیو کردیم اون را ما اونجا عملی بسازیم. خب راجع به این موافقتنامه امنیتی چندین ماه مذاکرات بسیار شدید و بسیار پیچیده بین مقامات افغانستان و مقامات امریکایی صورت گرفت و تا که بالاخره متن از این نهایی شد. در متن نهایی چی فکر میکنین که آیا به نگرانی های هر دو جانب رسیدگی صورت گرفته؟ The main issues موضوع that came up for negotiation, I think were all addressed. They may not have been addressed entirely to the satisfaction of President Karzai, but I think he realizes the implications of not reaching some kind of text that could be brought before the lawyer jury. What are the BSA's implications for peace and stability in Afghanistan? The BSA, the implications of the BSA really, as I've suggested, are far-reaching. Without a security agreement, the relationship of the Western community, the economic benefactors of Afghanistan will be put in jeopardy. This is a critical moment in the relationship between Afghanistan and the outside world. The danger here is that if it's not reached, if an agreement is not reached, then what we will see is Afghanistan's effective isolation and the security of Afghanistan going forward after 2014, I think will be very seriously impaired. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. بر اساس متن تهیه شده موافقتنامه دو جانبه امنیتی افغانستان و ایالات متحده، آمریکا در پی دستیابی تأسیسات دائمی نظامی در افغانستان نبوده و نخواهان آن گونه حضور نظامی است که تهدید برای همسایگان باشد. ابعاد نظامی مواد ذکر شده در این موافقتنامه و سایر مسائل مربوطه را از جنرال عبدالقادر وزیر دفاع پیشین افغانستان جویا می شویم که در برنامه امروز از استدیوی کابل مهمان برنامه ما اند. آقای عبدالقادر سلام بر شما و خوش آمدین به برنامه ما. خب شما خود در تحولات تاریخی افغانستان در سالهای قبل و بعد از کودتای ثور حضور داشتین و تجارب نظامی هم دارین. امضای این موافقتنامه برای افغانستان و صلح و ثبات آن به نظرتان چقدر اهمیت داره؟ از شما تشکر که از ما دعوت کرده و بعد جواب سوال شما و بعد اظهار کنم چنانه که از نام این توافقنامه معلوم است، توافقنامه امنیتی، نشاندهنده عزیز که باید در صلح و ثبات افغانستان اثرات بس عظیمی را به جا بگذارد. بله. و موضوعات و مواداتی را که در متن این توافقنامه تا حدود ما خبر داریم و شنیدیم امروز برای افغانستان بزرگترین ارزش را ما میبینیم، به خاطر این که وضع موجوده افغانستان بدون کمک از ایالات متحده امریکا توانمندی ای را نداره افغانستان که برای یک مدت کوتاه هم بتاند بقای امین نظام حاصل شده در ظرف 12 سال گذشته بقا پیدا کنه. بله. بنام هر جهتی توافقنامه بله. که به شرایط بله حضور نیروهای امریکایی پس از سال 2014 بر اساس یک موافقتنامه واضح و روشن صورت میگیره، ولی با وجود از با حضور نیروهای شوروی وقت در افغانستان چگونه این دو حضور مقایسه میکنید؟ به نظرتان چه تفاوت هایی داره؟ خب باید ما بود هر یک از این موضوع را علایده علایده بررسی شود. شوروی ها در آن زمان
که به افغانستان آمده بودند از نگاه توافقات بین المللی هیچ نوع مسئولیتی را احساس نمی کردند. در حالی که امریکا بر اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد به افغانستان آمدند و بعد از مدت حال را بر عواملی که خود امریکایی‌ها پیش خود دارند از تعداد قوات‌های ناتو و امریکا کاسته می شه. بله. اما آنچی را که امریکایی‌ها در پیش قبل از آمدن و در شروع آمدن به افغانستان تعهدات بین المللی را سپرده بودند تا حدودی اگر اجراش نشده باشد بیشترش مانده. بله. بنان ضرورت تطبیق این موافقات لازم می داند تا باز یک همو فعالیت از طرف ناتو و قوای امریکایی بله. در سایه عمل پیاده شد تا توافقات قبلی در عمل پیاده بله. آقای عبدالقادر وقت برنامه کم است. بله. اگر به یک موضوع دیگه بریم، در این توافقنامه یک جزء عمدهش همکاری نیروهای امریکایی با نیروهای افغان در عرصه آموزش و تجهیز می باشد. من حیث شخصی که زمان وزارت دفاع افغانستان را رهبری می کردین، سیر تکاملی و تقویتی اردوی ملی افغان را در حال حاضر چگونه ارزیابی می کنین؟ خب باید تذکر داد یک اردو برای از اینکه فعالیت لازم انجام بده از مسئولیت های خدا بتاند به صورت سی ضرورت به تعلیم و تربیه، احضارات و بعد تسلیحات ضرورت دارد. بنان مرحله آغازی که تعلیم و تربیه که امریکایی ها ادعا و ناتو ادعا می کنه که ما یکی از وظایف عمده قوات هایی که می مانه مسائل تعلیم و تربیه قوات های دفاعی افغانستان است. این مسائل باید تا سرحد معینی که لازم میدانند و لازم هست باید این تعلیم و تربیه به پیش بره. بعدا موضوع تسلیحات دوم بگی به در نظر داشته باشیم که ما بنابر تجاربی که داریم اگر تعلیم و تربیه یک جای با تسلیحات با موجودات تسلیحات یک جا بالای مسلایی که به دسترس پرسونل داده میشه مطالعه شود و بررسی شود و به او آشنایی پیدا کنه، مسائل تکتیکی در نظریات عملی می شود و مسائل تکنیکی بالای همی واسطه یا همی سلاحی که پیش روش مانده است. بله. بله. تشکر از شما بود که اگر امریکایی ها بله. تشکر از شما جنرال عبدالقادر وزیر پیشین وزارت وزیر پیشین دفاع افغانستان از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. معذرت می‌خوایم وقت برنامه کم است. صحبت‌های شما را شنیدیم و سپاس از ارائه نظرهایتان. پرسش امروز ما در صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک به نظر دوستان راجع به متن موافقتنامه دو جانبه امنیتی بین افغانستان و ایالات متحده اختصاص یافته بود. از جمله کسانی که نظر دادند قیوم فیضی از کابل نوشته اگر امریکا به وعده هایش وفا کند خوب و اگر مانند سالهای قبلی وعده های زیاد اما عمل نباشد این پیمان جز سراب چیز دیگری نخواهد بود. دوست دیگر ما امین خالقی هم از کابل نوشته افغان ها باید بدانند که ایالات متحده در چندین کشور از جمله 6 کشور اسلامی نیز پایگاه دارد. هیچ یک از آنها تا حال کدام شکایتی نداشتند. بیننده های عزیز شما نیز می توانید نظریات و تبصرهایتان را از طریق صفحه اختصاصی تلویزیون آشنا در فیسبوک با ما شریک سازید و در این صفحه گزارش ها و مطالب نشر شده ما را نیز دنبال نمایید. آدرس آن است facebook.com/voatvashna. از موضع‌گیری های حلقات سیاسی در لویه جرگه چه توقعی میتوان داشت و این موضع‌گیری ها چقدر مؤثر خواهد بود؟ این موضوع را با دکتر مجیب الرحمن رحیمی تحلیلگر سیاسی افغان در پوهنتون اسکس بریتانیا میپرسیم که از استدیوی لندن با ما. آقای رحیمی سلام بر شما و خوش آمدین. خب رئیس جمهور کرزی در سخنرانی افتتاحیش امروز در لویه جرگه گفت که اشتراک کنندگان با آزادی و دقت کامل بر متن موافقتنامه غور بکنند و آزادانه اظهار نظر نمایند. تصمیم آقای کرزی را مبنی بر محول ساختن این موضوع به لویه جرگه از نظر اهمیت سیاسی و تاریخی
چگونه ارزیابی میکنین؟ طبیعتاً فلسفه‌ای که آقای کرزی لویژرگر فراخواند همی بود که مسئولیت تاریخی این تصمیم را باید با مردم افغانستان و نماینده های مردم افغانستان تقسیم بکنه و خوبترین گزینه هم فراخواندن یک لویژرگه مشورتی بود. آقای کرزی باید هم به صراحت در حضور نماینده هایی که در کابل در تالار لویژرگه جمع شدن اعلان میکرد که اینا میتونن در یک فضای باز و آزاد روی مسئله بحث بکنن و تصمیم بگیرن، ولی واقعیت هم ریسته که متن تو طوری که متن قرارداد نشان میده قرارداد تکنیکی فنی و پیچیده است و بسیار دشوار است که آدم از نماینده ها یا از اکثر نماینده هایی که در این مجلس حاضر شدن توقعی را داشته باشه که به جوانب فنی و تکنیکی قضیه بپردازن. اما به هر حال توقعی میره که اونطوری که از سخنهای رئیس جمهور معلوم میشد که دولت افغانستان طرفدار تصویب و نهایی شدن این طرح هست و ما توقع ندارم که از طرف نماینده ها مخالفت جدی با طرح یا مسوده پیشنهادی دولت صورت بگیره. بله. خب لویجرگی مشورتی 4 روز دوام خواهد کرد و به گفته رئیس جمهور کرزی فقط و فقط اجندای او بحث بر متن موافقتنامه امنیتی است. با در نظر داشت ساختار لویجرگه و افراد دعوت شده به آن، چقدر امکان از این میره که اجندای لویجرگه سبوتاژ شود یا دستخوش مداخلات خارجی شود؟ طبیعتا این احتمالی رو که شما به او اشاره کردین وجود داره، ولی از تحولات چند روز گذشته و همچنان از عکس العمل‌هایی که امروز در تالار مجلس دیده میشد یک حمایت وسیع و همه جانبه در افغانستان از قرارداد امنیتی دیده میشه. مردم افغانستان طبیعتا خواستار حفظ وضعیت موجود و حرکت به سوی بهتر شدن اوضاع هستند و از بدتر شدن اوضاع مداخله کشورهای خارجی و قطع کمک ها و همکاری احتمالی ایالات متحده آمریکا و کشورهای ناتو و دیگر کشورها اونچنون که آقای کرزی به او اشاره کردن نگران هستن. به او اساس من فکر میکنم اکثریت اشتراک کنندگان این مجلس از طرح مسوده حمایت خواهد کردن و اونایی که مگه بخواهن مجلس را سبوتاژ بکنن یا مخالفت آنچنانی علیه مسوده داشته باشن فکر نکنم که موفق شد. آقای رحیمی، رئیس جمهور کرزی امروز در صحبتهایش ایره هم گفت که اگر لویجرگه و اگر ولیسی جرگه و مشان جرگه هم ای موافقتنامه را مورد تصدیق قرار بده، رئیس جمهور کرزی آماده نخود بود که تا انتخابات آینده ریاست جمهوری او را امضا بکنه. چی فکر میکنین که این گفته رئیس جمهور کرزی چه ربطی با سیاست های داخلی افغانستان خواهد داشت؟ خب طبیعتا تمام این کارهایی که آقای کرزی انجام دادن، دعوت لویجرگه و نمیفهمم این غوغایی که در سطح رسانه ها برپا شد، به خاطر مصرف داخلی و رفع مسئولیت از شخص رئیس جمهور بود و الا لویجرگه در گذشته برگزار شده بود. آقای کرزی صلاحیتی را داشت در حضور مجلس نمایندگان و مجلس سنا که قرارداد امنیتی را با ایالات متحده آمریکا نهایی بسازد. هنوز هم این اشاره آقای کرزی که در رأس خبرهای داخلی و بین المللی فعلا قرار داره از طرف دولت افغانستان به صورت رسمی تایید و تکذیب نشده. گزارش هایی وجود داشت که بعضی از مقامات رسمی دولت افغانستان گفتن که یک سوء تفاهم و برداشت نادرستی از سخن آقای کرزی صورت گرفته، ولی اگر واقعا آقای کرزی چنین تصمیمی داشته باشه طبیعتا این تصمیم باز هم باعث نگرانی خواهد بود و سوال های زیادی را در سطح داخل و بیرون افغانستان بار دیگه برخواهد انگیخت، چون آمریکایی ها نیازمند نهایی شدن قرارداد در شرایطی فعلی هستند تا بتانند آمادگی های لازم را برای بقای نیروها و عملیات شدن این برنامه تکمیل بکنند. یک سوال اخیر، با گفته رئیس جمهور کرزی ایران یگانه کشوری بوده که آشکارا با این موافقتنامه مخالفت خود را نشان داده، در صورت امضای این موافقتنامه روابط آینده کابل تهران را چگونه پیش بینی میکنین؟ طبیعتا اون برداشت ایدولوژیک و رسمی ایران در برابر سیاست‌های آمریکا قابل درک است و به اساس اون برداشت ایدولوژیک ایرانی‌ها موضع‌گیری‌های متناقض و متضاد را در قبال حضور آمریکا در افغانستان داشتن، ولی واقعیت امری است که حضور آمریکا در افغانستان، ثبات در افغانستان، مبارزه با تروریسم بین‌المللی و طالبان به نفع سیاست‌های ایران است. و حالا ما شاهد یک تحولاتی در سیاست ایران هم هستیم که اگر این مذاکرات
مذاکرات به نتیجه بله. برسه، شاید میزان این تنش در روابط افغانستان و ایران لحظات آخر برنامه رسیدیم. آقای رحیمی تشکر از تشریف آوریتان. بخش دری تلویزیون آشنایی صدای آمریکا برای امروز در اینجا خاتمه یافت. شایسته سعادت‌رامی با میزبانی بخش پشو گزارش‌های تازه‌تری را تقدیمتان می‌دارد. تا هفته دیگر خدا نگهدار.